سرخط خبرها. ثبت بالاترین آمار روزانه مبتلایان به کرونا در آمریکا. وزارت بهداشت ایران در 43 شهرستان محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند. واکنش رهبر ایران به حملات لفظی برخی چهره‌های اصولگرا به روحانی. خامنه‌ای می‌گوید هتک حرمت رئیس جمهوری حرام است. واپسین تلاش‌های ترامپ برای فشار به ایران قبل از انتخابات. به گزارش وال استریت جورنال، آمریکا می‌خواهد تحریم‌هایی وضع کند که برداشتنشان سخت باشد. و برگزاری کنسرت آنلاین در لندن برای تجلیل از نقش سیاه‌پوستان در موسیقی کلاسیک. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. در آمریکا آمار روزانه مبتلایان به کرونا به بیشترین میزان از آغاز شیوع این ویروس رسیده. در ایران هم بر اساس آمار رسمی 335 نفر در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. این ششمین روز متوالی است که آمار قربانیان کرونا در ایران بیش از 300 نفر بوده. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با ستاد ملی کرونا وضعیت را تأسف‌بار توصیف کرده و حالا وزارت بهداشت قرار است در 43 شهرستان محدودیت‌های بیشتری وضع کند و کسانی که ماسک نمی‌زنند را جریمه کند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. دعا کرد، تضرع کرد. اولین دیدار حضوری رهبر جمهوری اسلامی با مقام‌های داخل کشور بعد از 8 ماه در بیت رهبری. دیداری با ستاد ملی مبارزه با کرونا. با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و در سالونی بسیار بزرگ. پیش از این آقای خامنه‌ای تنها یک بار و 5 ماه پیش با رئیس جمهوری عراق در سالونی غیر از محل همیشگی ملاقاتهایش دیدار کرده بود. بعضیا بدترین مدیریت رو میکنن، مثل آمریکا. مدیریتشون نسبت به این قضیه جز بدترین مدیریت هست. رهبر جمهوری اسلامی در حالی از سیاست‌های آمریکا در مقابله با کرونا انتقاد کرد و آن را ناموفق نامید که شیوع کرونا در ایران در بدترین وضعیت خود قرار دارد و بعضی از کارشناسان از موج سوم و چهارم کرونا در ایران خبر می‌دهند. آقای خامنه‌ای با این حال گفته وضعیت شیوع کرونا تأسف‌بار است. او خواستار تمرکز بیشتر بر نقش وزارت بهداشت و پیروی از دستورات این وزارتخانه شده. کسانی در این قضیه بیکار میشن و بعضی از اینها هم که بیکار میشن بیمه بیکاری هم ندارن. اینجا تأمین اجتماعی وظیفه داره که تو این زمینه وارد بشه. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 335 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. آمار رسمی فوت بر اثر کرونا چند روز است به بالای 300 نفر رسیده. با این حال دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا چند روز پیش گفته بود آمار واقعی 2.5 آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. از دیروز تا کنون تعداد سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته از روز دوشنبه به مدت یک هفته در 43 شهرستان ایران که بیشترین میزان ابتلا به کرونا را دارند محدودیت‌های شدیدی برقرار می‌شود. قرار است حضور کارکنان دولت در تهران تا 50% کاهش پیدا کند و بیشتر آنها دورکاری کنند. همزمان فرمانده نیروی انتظامی تهران از شدت گرفتن برخوردها با افرادی که ماسک نمیزنند خبر داده و گفته هر کسی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکند جریمه خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی تهران وجود ندارد. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هم خبر داده 70 تا 130 نفر از کارکنان درمان بیمارستان‌های بزرگ تهران به دلیل ابتلا به کرونا به مرخصی استعلاجی می‌روند و این مسئله باعث فشار شدیدی روی کادر درمان و کاهش نیروهای آنها شده. بر اساس خبرهایی که به دست بی بی سی رسیده، بعضی از پرستاران و کادر درمان ماه‌هاست حقوق نگرفتند. اما در سایر نقاط جهان هم وضعیت بهتر از ایران نیست. در لهستان آنجی دودا رئیس جمهوری این کشور به کرونا مبتلا شده. او در حال حاضر در قرنطینه است و شرایط جسمیش خوب اعلام شده. در جمهوری چک اوضاع هر روز وخیم‌تر می‌شود. در این کشور نزدیک به 11 میلیون نفری در 24 ساعت گذشته بیش از 15,000 مبتلا به کرونا شناسایی شدند. آمریکا هم جمعه بیشترین آمار روزانه مبتلایان را از شروع این اپیدمی ثبت کرد با شناسایی بیش از 83,000 بیمار جدید.
بالاترین مقام پزشکی آمریکا هشدار داده که تعداد افراد بستری شده در بیمارستان رو به افزایش است، اما تاکید کرده نرخ مرگ و میر در این کشور کاهش یافته. صدها نفر هم در اینجا در ناپل در ایتالیا علیه محدودیت‌های وضع شده برای کرونا تظاهرات کردند. در این منطقه برای کاهش موارد ابتلا مقررات منع آمد و شد شبانه وضع شده. همزمان با شدت گرفتن موارد ابتلا به کرونا در جهان، اعتراض‌ها به محدودیت‌ها هم شدت گرفته. اما به نظر می‌رسد فعلا تنها راه مقابله با کرونا رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشد، چون به گفته پزشکان کرونا حالا ها مهمان کره زمین خواهد بود. فرین آسمی، BBC. با افزایش حملات لفظی به حسن روحانی از سوی برخی محافظه‌کاران و منصوبان رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای به این حملات واکنش نشان داد. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند آقای خامنه‌ای با انتقاد از بعضی مخالفان حسن روحانی گفته انتقاد با هتک حرمت فرق دارد و هتک حرمت رئیس جمهوری را حرام خوانده. بیشتر مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اظهاراتی جنجالی خطاب به آقای روحانی گفته بود اکثریت مردم ایران خواهان عزل و اعدام او هستند. برای صحبت در این باره محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از مشهد با ما هستن. آقای جوادی حصار، چه فکر میکنید در مورد صحبت های آیت الله خامنه‌ای و فکر میکنید چرا ایشون در این زمینه چنین اظهار نظری میکنند؟ به نام خدا و با تسلیت ایام شهادت امام 11 شهریور جهان، عرض کنم خدمتتون که یکی از روش هایی که همواره و یکی از جایگاهی که همواره تعادل ایجاد میکرده در منازعات سیاسی جایگاه رهبری و شخص آقای آیت الله خامنه‌ای بود. شرایط کشور در حالی نیست که از یه حدی بلا تکلیفی و بی‌سرانجامی و ناامیدی رو بیشتر بتوان تحمل کرد. وقتی که رئیس جمهور در معرض شدیدترین حملات قرار میگیره به نحوی که او رو شایسته جایگاه ریاست جمهوری که نمیدانن هیچ شایسته جایگاه یک مفسد و مستحق اعدام و نابودی میدونن، طبیعی است اگر که رهبری سکوت بکنن و چیزی نگن، خیلی ها اینو به حساب رهبری خواهند گذاشت و خواهند گفت که اینها نزدیکان رهبری هستند و اگر رهبری در برابر اینها سکوت نمیکند، دلیلش این است که اینها اذن می‌دارن از جانب رهبری. در حقیقت جایگاه رهبری او رو مجاب می‌کنه به اینکه عکس العمل مناسبی رو نشون بده تا این خورده فرمایشات و این مناسبات ناروا به حساب شخص رهبری گذاشته نشه. به همین دلیل هم موضع گرفتن. این که واژه حرام رو استفاده می‌کنن آقای خامنه‌ای، فکر می‌کنید که نشان از چه داره؟ اینکه می‌خوان با قدرت بیشتری این ناراحتی خودشون رو نشون بدن، و یا اینکه این نشون میده که در نهایت خیلی هم الان به این صحبت‌ها کسی قائل نیست؟ رهبری از نگاه بسیاری از طرفداران خودشون دو تا جایگاه دارن، یک جایگاه مرجعیت دارن و یک جایگاه رهبری سیاسی و فقهی کشور در حوزه قانون. اگر کسی خودش رو پیرو رهبری و بسیاری از این آقایون خودشون رو مقلد رهبری قلمداد میکنن، یکی از کاراترین و براترین ابزارهایی که در حوزه فقهی میشود بهش ازش استفاده کرد حوزه افتاست. وقتی شون فتوا میدن که این کار حرام است، اون افراد ولو اینکه به بعضی از قوانین خیلی مقید نباشن، علی ظاهر اگر معتقد و مصر به تقلید از رهبری باشن، حداقل در این مورد باید تبعیت بکنن. و به نظر من رهبری از هر دو ابزار جایگاه قانونی و ابزار استفاده از فتوا در چنین شرایطی آیا به معنی استفاده از اکثر بیشترین فشاری که در قدرت رهبری هست معنیش این نیست و این خودش نشانه یک جور ضعف به نظر نمیاد؟ شاید نتوانیم بگیم ضعف، شاید بتوانیم بگیم اهتمام بیش از حد، چون رهبری در این شرایط علی ظاهر وجود این امراض رو که نزاع بلا دلیل در میان اهالی قدرت هست مضر برای کشور میدونن و
نوعی سم مهلک میدونن و مخدر میدونن این رفتارها رو، بنابراین فتوا میدن که این کار حرام است، علاوه بر که خلاف قانون هم هست. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مشهد، متشکرم از شما. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده دولت ترامپ قصد دارد تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کند که برداشتن آنها در صورت پیروزی جو بایدن برای دولت بعدی دشوار باشد. به نوشته این روزنامه، مقام‌های دولت ترامپ نگرانند اگر بایدن رئیس جمهوری شود، دولت بعدی آمریکا برای عمل به وعده بازگشت به برجام تحریم‌های دوره ترامپ را لغو کند تا انتخابات آمریکا هم 10 روز باقی مانده. بیشتر در گفتگوی با بهمن کلباسی، همکارم در نیویورک، از او پرسیدم در صورت پیروزی جو بایدن چگونه تحریم‌های جدید میتونه دست دولت بعدی آمریکا رو ببنده. چیزی که ما داریم میبینیم، در هفته‌های گذشته هم دیدیم تعدادی از بانک‌ها رو مجدد تحریم کردند یا قبلا تحریم نبودند به لیست تحریم شدگان اضافه کردند. در مواردی مثلا یک نهاد رو، یک بانک رو در ایران، یک شرکتی رو دو بار تحریم میکنند، یک بار زیر قوانینی که مثلا برای مبارزه با پولشویی یا پول دادن به گروه های تروریستی وجود داره، بعد یک بار دیگه زیر قوانین دیگری، و این مجموعه قوانین یک به قول معروف تارنکبوتی رو ایجاد میکنه که خروج از اون از دید این مقام های فعلی دولت ترامپ سخت‌تر خواهد بود، اما نه از نظر حقوقی. من با یکی از مقام های دولت اوباما که در وضع این تحریم ها نقش داشته صحبت میکردم، تحریم هایی که قبلا در توافق هسته ای هم لغو شد، و او میگفت که دولت احتمالی بایدن از نظر حقوقی مشکلی نخواهد داشت که با یک امضا همه اینها رو در چند مرحله یا حتی به صورت فشرده لغو بکنه. اون چیزی که این مقام های فعلی دولت ترامپ امیدوارن مانع بشه این است که از نظر سیاسی هزینه‌اش یه مقداری بالاتر خواهد بود اگر هر بار مثلا بگویند که فلان بانک رو از لیست تحریم‌ها به خاطر اعمال و عمل کمک به فعالیت‌های تروریستی هم برداشتیم، که بعد این بهانه بده به دست مخالفان دولت احتمالی آقای بایدن که بگویند که دارد دست مثلا تروریست‌ها رو باز می‌کنه. به همین جهت مانع حقوقی و اختیارات دولت بعدی نیست. مانعی که این مقام های دولت ترامپ امیدوارن بتوانن ایجاد بکنن مانع سیاسی است و هزینه لغو تحریم هایی که ممکن است به تیتر روزنامه تبدیل بشه و مخالفان اون دولت بتونن ازش استفاده کنن و متهمش کنن که اجازه داده پول به تروریست ها برسه. یک چنین فضایی میتونه از دید این مقام هایی که در دولت، در گزارش روزنامه وال استریت جورنال از دولت ترامپ ازشون نقل قول شده بدون بردن اسمشون، میتونه مانع بشه. پرسش اساسی این است که چقدر اراده وجود داره در دولت بعدی که صرف نظر از دعواهایی که ممکنه در فضای سیاسی ایجاد بشه اون تحریم ها رو بر اساس توافق برجام لغو بکنن. بهمن کلباسی بود در نیویورک. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با ثبت بالاترین آمار روزانه مبتلایان به کرونا در آمریکا، وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های بیشتر در 43 شهرستان خبر داد. رهبر ایران در واکنش به حملات لفظی برخی چهره‌های اصولگرا به روحانی، هتک حرمت رئیس جمهوری را حرام خواند. در ادامه برنامه. برگزاری کنسرت آنلاین در لندن برای تجلیل از نقش سیاه‌پوستان در موسیقی کلاسیک. شورای اروپا اعلام کرده در حال بررسی اتهامات جنایت جنگی علیه ارتش جمهوری آذربایجان است. بر اساس ویدیوهایی که از درگیری‌های قره‌باغ منتشر شده و تحقیقات بی بی سی صحت آنها را تایید کرده، نیروهای جمهوری آذربایجان دو اسیر ارمنی را در شهر هادروت به قتل رساندن. این ویدیوها پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و از بی بی سی فارسی هم پخش شده بود. دولت جمهوری آذربایجان گفته این ویدیوها ساختگی. ساعت پیش از همکارم مهتاد فرهمند پرسیدم چه نشانه هایی در این ویدیوها هست که اتهام جنایت جنگی از آنها استنباط می شود. به طور مشخص این ویدیویی که بهش اشاره کردین نشون میده که
دو ارمنی رو دستگیر میکنند که اینها هر دو مسلح هستند و یونیفرم نظامی تنشونه، اما در مورد یکی مشخص نیست یا ارتشی است یا اینکه نه از شبه نظامیان قره‌باغ است، و که چون یکی از اونها 25 ساله و دیگری بیش از 70 سال به گمانم 73 سال سن داشته، نامه هاشون رو هم منتشر کردن که چه کسانی هستند. در همین ویدئویی که در گزارش من هم بود گمانم یک هفته پیش یا بیشتر، نشون داده میشه که اینها رو میگیرند و اون فرد مسن‌تر سلاحش رو از دستش زمین میگذاره و در تسلیمشون هم به هر دو رو با زور روی زمین میخوابونند و در صحنه بعدی اونها رو در یک جایی که شناسایی شده پارکیست در همین شهر حد درود یا به نام امروزیش هادروت که بهش اشاره کردی، اونها رو در اونجا نشوندند و به سمتشون نشانه میگیرند و یک نفر دستور میده به زبان ترکی به اونها که شلیک بکنند. در ویدئوی قبلی اون فرد که گویا فرمانده بقیه سربازان هست با اینها به روسی صحبت میکنه، ولی لهجه آذربایجانی او کاملا در این روسی صحبت کردنش آشکاره، و هنگامی که شلیک میکنند به این به اصطلاح دو نفر و دیده میشه در اون ویدیو که البته ما این بخشش رو نشون ندادیم در گزارشمون که اینها به سمتشون شلیک میشه و میفتن. یک چیزی که به عنوان در واقع کسانی که گفتن که این ویدیو ساختگی است از جمله دولت جمهوری آذربایجان و دادستانی کل این جمهوری، این بود که چرا وقتی که به اینها شلیک میشه اینها خونی ازشون دیده نمیشه. در اون صحنه دیده میشه که وقتی که گلوله ها به تنشون میخوره یک تقریبا دودی از بدنشون بلند میشه ولی خونی مشاهده نمیشه. اما کارشناسان نظامی که بی بی سی باشون مصاحبه کرده و در همین گزارشی هم در مورد این ویدیوها میتونید در سایت فارسی در سایت بی بی سی بهش مراجعه بکنید، در اونجا هست، گفتن که این ذهنیتی که میگه چرا خون دیده نمیشه ذهنیتی زایده از فیلم‌های هالیوودی، وگرنه در واقع لزوماً نباید انتظار داشت که وقتی گلوله‌ای به تن فرد می‌خوره بلافاصله با فواره خون مواجه بشیم. و این کارشناسان نظامی در گفتگو با بی بی سی تایید کردن که اینها واقعاً دو فردی هستند که اونها در بدنشون گلوله اصابت کرده و کشته شدند. باز هم در همین گزارش سایت بی بی سی که بهش مراجعه کردم حتی مکان دقیقی این کشته شدن این دو فرد که پارکیست در شهر حد درود یا هادروت در اونجا مشخص شده. مهرداد فرهمند بود در لندن. در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پنسیلوانیا یکی از ایالت‌هایی بود که پیروزی دونالد ترامپ در آن راه او برای رسیدن به کاخ سفید را باز کرد. در این دوره هم یکی از ایالت‌هایی که رأیش می‌تواند دونالد ترامپ را در کاخ سفید نگه دارد یا رقیبش جو بایدن را به پیروزی برساند همین ایالت است. آقای بایدن که در پنسیلوانیا به دنیا آمده امروز راهی این ایالت است تا برای جلب رأی مردم تلاش کند. خبرنگار ما هادی نیلی در مجموعه گزارش‌های در آستانه انتخابات به دیدار رای دهندگان در چند ایالت سرنوشت ساز آمریکا رفته که این گزارش ها را از امروز تا چهارشنبه پخش میکنیم. او سفرش را از ایالت پنسیلوانیا آغاز کرده. ایالت پنسیلوانیا در طول قرن اخیر اغلب به عنوان پایگاه محکم حزب دموکرات شناخته میشده، جایی که رای طبقه کارگر یا یقه آبی ها تعیین کننده است. اتحادیه‌های کارگری نزدیک به دموکرات‌ها همیشه نقش محوری در کمک به نامزدهای این حزب و سازماندهی به نفع آنها داشتند. خیلی ناظران می‌گویند منطقه شمال شرقی پنسیلوانیا بود که دونالد ترامپ را به ریاست جمهوری رساند، جایی که همین کارگران سابقاً حامی حزب دموکرات به نامزد حزب جمهوری خواه رأی دادند. جری ریچی صاحب این پیتزا فروشی که 40 سال است اینجاست، دوره قبلی به دونالد ترامپ رای داده. یکی از چند ده هزار نفری در پنسیلوانیا که چنین رأیی دادند. چقدر عمل کرده دولت ترامپ درباره همه‌گیری کرونا رو تایید میکنید؟ فکر میکنم خوب بود. میدونید مثل همه جای دیگه در سیاست بعضی وقتا نمیشه به اندازه کافی کار کرد چون دستتون بسته است. اینه که میگم عمل کرده ترامپ هم بد نبود. میدونید در کاسبی های کوچک مثل ما خیلی به ندرت پیش میاد که بشه تغییر بزرگی دید. دینا دختر جری پرستار است. او برخلاف پدرش مخالف سرسخت دونالد ترامپ است و میگوید دیگر طاقت ندارد او یک دوره دیگر در کاخ سفید بماند.
برای بابام کلاه ترامپی خریدیم. اینطور چیزهای ترامپی براش میگیریم. چون به ترامپ رأی میده. تو بعضی چیزا با پدرم موافق نیستم. ولی این اصلا روی رابطمون تاثیر نمیذاره. شما و پدرتون درباره چه مسائلی موافقت دارید؟ قطعا درباره مسئله نظم و قانون با هم موافقیم. قطعا هر دومون درباره وضع بیمه درمانی موافقیم. ما به طرح بیمه درمانی که اوباما راه انداخت وابسته ایم، به خصوص وقتی بیکار شدیم. این خیلی روی وضعیت من و شوهرم و خانوادم تأثیر گذاشت. بهش نیاز داریم. کشورهای دیگه مرخصی زایمان دارن، ما نداریم. من 3 تا بچه به دنیا آوردم، برای هر کدوم هم 2000 دلار از جیبم خرج کردم. ما یعنی آمریکا میتونیم بهتر از این باشیم. فکر کنم پدرم هم در این باره موافقه. در این محدودیت‌های کرونا که تقریباً فرصتی برای تجمع‌های انتخاباتی همیشگی باقی نگذاشته، به ندرت میتوان شاهد رویدادهای جمعی بود. این گروه از شهروندان دوچرخه سوار در شهر اسکرانتون هر هفته دور هم جمع میشوند و رکاب میزنند. فرصتی برای من که از آنان سراغ انتخابات را بگیرم. جو بایدن خیلی بیشتر به چیزهایی توجه میکنه که مردم در مناطق شهری آمریکا بهش نیاز دارن. ما به بیمه عمومی نیاز داریم، اینترنت سریع، نوسازی زیرساخت‌ها، پل‌ها و جاده‌هامون دارن خراب میشن. و من به عنوان یک ترقی‌خواه خیلی دوست دارم چیزی مشابه کارهایی که بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا انجام شد ببینم. اینکه آمریکایی‌ها سر کار رفتن و کشور رو دوباره سر پا کردن. در آخرین روزهای مانده تا پایان ماراتون انتخابات ریاست جمهوری 2020، هر دو نامزد اصلی تلاششان را بر این گذاشتند که تا جای ممکن عده بیشتری از رأی دهندگان احتمالیشان را از جمله در پنسیلوانیا پای صندوق رأی بکشانند یا برای رأی دادن زود هنگام ترغیب کنند. از حدود 150 میلیون نفری که برآورد می‌شود در این انتخابات شرکت کنند، رأی چند ده هزار نفر در ایالت پنسیلوانیا می‌تواند برنده را معلوم کند. هادی نیلی، BBC در اسکرانتون، پنسیلوانیا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز یک دستاورد جدید به کارنامه سیاست خارجیش اضافه کرد و اعلام کرد که سودان موافقت کرده رابطش را با اسرائیل عادی کند. سودان سومین کشور اتحادیه عرب است که در کمتر از 3 ماه اخیر به برقراری رابط با اسرائیل رضایت می‌دهد. اما در نوار غزه حماس این خبر را دردآور توصیف کرده. گزارش ببینیم از نومیا اقبال در واشنگتن. دونالد ترامپ گزارشگران را به دفتر ریاست جمهوری دعوت کرده تا شاهد گفتگوی تلفنیش با رهبران اسرائیل و سودان باشند. به هنگام صحبت با بنیامین نتانیاهو نتوانست جلوی خودش را بگیرد و کنایه‌ای هم به رقیب انتخاباتیش زد. فکر می‌کنی جوی خوابالو می‌تونست همچین توافقی را ممکن کنه؟ راستش من که فکر نمی‌کنم. آقای رئیس جمهور، یک چیزی که میتونم بگم اینه که ما از کمک هر کسی در آمریکا برای رسیدن به صلح ممنون میشیم و ممنون همه کارهایی هستیم که شما برامون کردید. تقریبا همزمان با این توافق، آمریکا سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده و حالا سودان میتواند کمک‌های اقتصادی را که به شدت نیاز دارد دریافت کند. مایک پومپئو 2 ماه پیش به خارتوم، پایتخت سودان رفت. اولین سفر یک وزیر خارجه آمریکا در بیش از 1 دهه. به این ترتیب زمینه فراهم شد که امسال 3 ومین کشور عرب رسماً اسرائیل را به رسمیت بشناسد، بعد از امارات و بحرین. این تحول اعتبار دونالد ترامپ رو به عنوان معمار توافق‌ها بیشتر می‌کنه و یک پیروزی بزرگ در سیاست خارجیشه. ترامپ می‌خواد اینطوری زمینه رو برای اونچه که توافق قرن خونده فراهم کنه، صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها. اما فلسطینی‌ها این گام اخیر رو یک خیانت جدید توصیف کردند. ما این توافق را کاملا محکوم می‌کنیم و معتقدیم که مردم، روشنفکران و احزاب ملی سودان این توافق را رد می‌کنند، چون سودان و مردم سودان با مردم فلسطین هستند.
And the people of Sudan, they have firm stand with the Palestinian cause. It was in Khartoum. در همین خارتوم بود که در دهه 60 میلادی کشورهای عرب توافق کردند تا زمان تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی با اسرائیل هرگز مذاکره نکنند. اما اولویت‌های بعضی از کشورها در حال تغییرند و حالا مزایای همکاری با رئیس جمهوری در آمریکا را می‌بینند که به ایجاد توافق‌ها اعتقاد دارد و این هر روز فلسطینی‌ها را بیشتر به حاشیه می‌راند. نومیر اقبال، BBC News. Washington. کمپانی اپرای پگاسوس در لندن این هفته میزبان یک کنسرت آنلاین است که به نقش آهنگسازان سیاه‌پوست در موسیقی کلاسیک می‌پردازد. این طرح قرار است استعدادهای جدیدی را به این هنر جذب کند. گزارش ببینیم از فیبی هابسون. جاشوا الیمور اصالتاً اهل آلاباما یکی از 15 خواننده است که شرکت پگاسوس از میان قومیت‌هایی که کمتر در اپرا حضور دارند زیر چتر حمایت خود گرفته. جاشوا کنترتنور می‌خواند، زیرترین صدای مرد در اپرا که پدیده نادری است. I started singing classically in high school. من خوانندگی کلاسیک رو در دبیرستان شروع کردم. گروه کور ازم دعوت کرد و اول گفتم نه، ضایعه است، ولی برای فارغ التحصیلی به واحداش نیاز داشتم. برای همین بهشون ملحق شدم و عاشقش شدم. اونجا بود که شروع کردم به خوانندگی کلاسیک. بعد دوره دانشگاه کلاس آواز رفتم و شروع کردم به خوانندگی اپرا. دیگه شیفته شده بودم. And then from then I was hooked. And I like something about just the rawness of it. It's you on stage. این خالص بودنش رو دوست دارم. وقتی روی صحنه با ارکستر هستی از الکترونیک و آمپلیفایر خبری نیست. خودتی و خوانندگی با شروع احساس. و من این ارتعاشی رو که درون خودت حس می‌کنی خیلی دوست دارم. فوق‌العاده است. The vibrations and all that. It's amazing. اغلب از اپرا انتقاد میشه به خاطر فراگیر نبودنش و به خاطر اینکه از نظر نژادی متنوع نیست. اپرای ملی انگلستان میگه تنها 10% مخاطبانش از اقلیت‌های نژادی هستند. حالا کمپانی پگاسوس تلاش میکنه که بگه اپرا واقعاً برای همه است. آلیسون بیوکنن تنها مدیر اپرا در بریتانیا است که زن، سیاه پوست و مبتلا به اوتیسم است. او یقین دارد که اگر اپرا می‌خواهد با زمان همگام شود، باید استعدادهای سیاه پوست را پرورش دهد. وقتی میرید اپرا میخواید کسانی رو روی صحنه ببینید که قیافشون شبیه شما باشه. در انگلستان و در دنیای موسیقی کلاسیک تقریبا هیچ وقت روی صحنه کسی شبیه شما نیست. جاشوا معتقد است که این ذهنیت نباید خوانندگان جوان را دل سرد کند. پشت کار داشته باشید، تسلیم نشید و ادامه بدید. Don't give up and go for it. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.